سلام من ونوسم و امروز میخوام بهتون کامل کامل این میکاپ خوشگل عروس و مجلسی رو بهتون یاد دادم که میتونیم باش مهمونی هم برید پس بزن بریم خب این بیفور مدرمونه و من دوستشم یه میکاپ دخترونه ملوس براش انجام بدم اول از همه از آبرسان براش استفاده کردم و خوب ماساژ میدید که به خورد پوستش بره بعدش کرم پودری که مخصوص پوستشه و از لحاظ رنگی هم به پوستش میاد و ترکیب کردم من همیشه اول کرم رو این شکلی روی پوست میزنم که بدونم چقدر دارم میزنم بعدش شروع میکنم به پخش کردنش با براش این شکلی کرم پودر خیلی مرتب رو پوست میخوابه و بعد از اینکه پخش کردم با اسفنج بلندش میکنم دور اولیاتون باشه باید نازک باشه یه دوره دیگه هم زدم و دوباره بلندش کردم همیشه از کرکتوری که رنگ تم نارنجی هلویی داره استفاده میکنم این سری از این رنگ استفاده کردم هر باری که یه چیز چربی میزنید بعدش باید با اسفنج بلندش کنید بعد از یه کانسیلر روشنتر استفاده کردم میبینید کجا میزنم کانسیلر رو و میزان زیادی نمیزنم فقط مهمه که شدت کانسیلر رو همونجا نگه دارید و سایه هاش رو به سمت گوشه خارجی ببرید به سمت بن موجه ببرید و به سمت پایین یعنی این قسمت هایی که بهتون گفتم میزان کم و نازک کانسیلر هست که میخوره توی ویدیوهای قبلی براتون به صورت شو آف گونه اومدم کانتور مستقیم زدم رو صورت ولی حقیقتش اینه که کانتور نباید مستقیم رو صورت قرار بگیره و اینکه یه حجم زیادی میاد روی دستتون باید سبکش بکنید با یه براش سرکج بیاین دقیقا زیر استخون گونه رو بزنید به سمت بالا من برای همه نو صورت ها اینجوری روی چونه مقدار زیر خط فک و این مشترمون به خاطر اینکه پیشونیش کوتاهه من فقط روی شقیقه‌ش رو زدم که بود داده باشم دقیقا رژگونارم رام هم همین شکلی میزنم رو دستم چون دوست داشتم صورتش زر بیبی بی باشه و معصوم به نظر برسه رو سیب گونش هم زدم و بعدش بالای استخون گونش یعنی روی برجستگی استخون گونش به سمت شقیقه که حالت فید شدن داشته باشه شما با براش بزنید ولی من با انگشت زدم این آخرین مرحله کانسیلر زدنمونه فیدش میکنم بعد چون میخواستم یه قسمت هایم هایلایت داشته باشه و پیشونیش کوتاه بود میزان روشنی و هایلایت کانسیلر رو بیشتر بردم جلو بعد یه کوچولو روی چونش زدم موقعی که دارین کانسیلر زیر چشمش رو میزنید رو به روی آینه این کارو بکنید که ببینید چقدر میخواین ادامه بدید به سمت شقیقه ببرید یا روی گونه بیارید اینا همه بسته به فرم صورت متفاوته کانسیلرم و قبل از اینکه بخوام بیکش کنم دوباره با اسفنج میرم روش که اگر توی خط و خطوط زیر چشمش رفته بیاد بیرون و کامل سافت و نرم بشه بعدش هم با پودر بیک بیرنگ میرم با پاف زیر چشمش رو بیک میکنم این رنگ رو فقط برای زیر چشم و کلا اون قسمت هایی که هایلایت کردم استفاده میکنم اگه تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی پس احتمالا از روش تدریس من خوشت اومده من یه سری ویدیوهای آموزشی دارم که میتونید توی اینستاگرام منو فالو بکنید تا بدونید که چه شکلی باید از اونها استفاده بکنید و تاییدشون بکنید و اینکه آموزش خصوصی خدارایی میکاپ صرف تا صد رو هم اگر دوست داشتید میتونید با من به صورت خصوصی ورکشاپ یا آنلاین بگذرونید حالا توی این مرحله برای کانتور از یه رنگ قهوه‌ای سرد استفاده می‌کنم یادتون باشه کانتور چربمون برونزر بود در واقع ولی اینجا دارم از کانتور سرد قهوه‌ای سرد برای اینکه بود بدم استفاده می‌کنم و دقیقا زیر زیر استخون گونه می‌زنم که یه کوچولو به سمت بالا فید بشه اون جاهایی هم که برونزر زدم من می‌زنم دوباره برای رژگونه گونه میرم توی یه رنگ صورتی پینک باربیتور با این براش بزرگا حالا میتونید از براشو براش استفاده بکنید دقیقا همون جایی که رژ گونه چرب زدم اینم میزنم روی سیب گونه روی استخون و برجستگی گونه و به سمت شقیقه این مدل زدن روژگونه خیلی بستگی به این داره که شما فرم صورتتون چه شکلیه رنگ روی میکاپتون چه جوریه و اینکه اصلا میخواین چه چه شخصیتی به میکاپتون بدید تو این مرحله من دیگه رفتم سراغ سایه پشت چشمش رو کانسیلر زدم خوش کردم دارم از یه سایه قهوه‌ای متوسط تقریبا روشن استفاده کردم گوشه, داخ... گوشه خارجی چشمشو روی کریسو و یه مقداری اومدم انتهای گوشه چشمش رو به سمت بیرون فید کردم این سایه حالت چشم شما رو حالت او... یعنی در واقع داره کانتور میکنه حالت اولیه ای چشم شما رو مشخص میکنه شما میتونید این سایه رو خیلی بیشتر و تیزتر انجام بدید ولی بعدش که داری سایه های تیرتون رو میزنید دیگه اونا رو باریک کنید که یه میکاپ تمیز نازی داشته باشید من همیشه بینی رو میذارم آخر سر کانتور میکنم به خاطر اینکه با این سایه میتونید گوشه داخلی چشم رو هم کانتور بکنید یا اگه بخواید فاصله بین دوتا چشم رو کم کنید با همین رنگ سایه میتونید کانتور بینی رو انجام بدید که این فاصله رو کم کنه من رفتم تو همون رنگ این در واقع میدونید سایه است مونتا چون خیلی رنگ خوشگلی بود واسه روجگونه من واسه رژگونهم ازش استفاده کردم رفتم توی میبینید کدوم قسمت رو دارم صورتی میکنم به خاطر اینکه اینا جزئیات خیلی کوچیکیه که در نهایت باعث میشه که یه میکاپ شخصیت بگیره برای خودش چون میگم که میخوام یه ذره این صورت حالت بیبی بودنش رو حفظ بکنه روی استخونه کریسش رو یه مقدار صورتی کردم خب رفتم توی رنگ قهوه سرد میخوام اینجا چشمش رو کانتور چشمش رو تکمیل بکنم بود بدم به چشمش و این بود دادنا خیلی چشم یعنی کلا میدونید کانتور صورت چشم بینی هر جایی که دارید کانتور انجام میدید جذاب تر میکنه ولی یادتون باشه که اگر میزانش زیاد باشه یا لک بشه یا حجم زیادی بزنید کثیف میکاپتون رو نشون میده پس باید بدونید که دقیقا دارید چه مقدار ازش رو استفاده میکنید؟ من با این رنگ سایه اومدم گوشه خارجی چشمش رو تیره کردم چون چشهاش یه مقداری افتاده هم هست و خواستم که به سمت بیرون بدم میبینین مستقیم ندادم از بالای پلکش به سمت گوشه ابروش من اینو فید کردم که حالت چشمش رو گربهی بکنه و چند بار تکرار میکنید هر باری که دارید تکرار میکنید حجم رو نباید زیاد بکنید حجم رو کم میکنید چشمش رو باید باز نگه داره و اون دقیقا اون گوشه گوشش رو باید بزنید بعد از اینکه سایه هامو میزنم با اون براش فیدم میام این همه رو در همدیگه ادغام میکنم گوشه خارجی رو به سمت بیرون و حالت پرتابی میکشم که خط و خطوطی باقی نذاره و سایه یه چیز فید خوشگلی به من بده رفتم توی یه رنگ قهوه‌ای تیره یعنی از اون دومیه که زدم یکم تیره تره و رنگش گرمه حالا اینجا دارم گوشه خارجی رو دوباره اون حالت بودی که میخوام بدم رو میدم میبینیم بچه ها هر چقدر که میخوان یه میکاپی تمیز باشه باید از رنگ مختلف و دفعات مختلف استفاده بکنید یعنی اگر فکر کنید که مثلا هر قسمتی از میکاپ هر قسمتی کانتور برونزر روشگون از هر چیزی بر با یک بار زدن نتیجه دلخواهتون رو میبینید اشتباه میکنید باید چند بار تکرار رو کنید تا ببینید که اون چیزی که اون رنگی که خواین رو مد نظرتون رو بهتون میده یا یعنی. نه خب اومدم با یه براش تخت زدم توی کانسیلر بهش میگین چشاش رو باز بکنه و سمت مخالف رو نگاه بکنه چرا چشاشو رو باید باز بکنه به خاطر اینکه باید ما اون خطی رو که میخوایم مرز خط سفیدمون رو که میخوایم در بیاریم با چشم باز میتونیم در بیاریم تا وسط پلکش میام این خط و از وسط به سمت سایه تیره که میره با انگوش یا حالا با قلمتون فیدش میکنید چشمشو نباید باز کنه باید بسته بمونه یعنی بعد از اینکه کانسیلرتونو رو زدین خطش رو پیدا کردی و چون اینجا کانسیلر خورده شما دیگه هر چیزی که دوست دارید میتونید روش بزنید و میمونه یعنی گلیتر شیمر هر چی میزنید میمونه من دوست داشتم گوشه داخلی چشمشو از یه رنگ مات استفاده کنم بعد اومدم وقتی که چشمش باز میکنه وسط پلکشو دقیقا وسط پلکشو از یه رنگ براق صورتی یعنی یه حالت صورتیه یه رنگ صورتی داره که تم طلایی هم داره من همیشه اگه بخوام پشت پلکو براق بکنم اول شیمه رو میزنم بعد روش رو خط چشم یا هر چیزی میکشم الان دوست داشتم که از یه خط چشم مات براش یعنی مات که در واقع فید شده براش استفاده بکنم خط چشم سایه تور که حالت خط چشمی نداشته باشه ولی بن رو تیره بکنه و انتهای چشمش رو تیره کردم اینو به صورت سایه به اون تیرگی که با سایه قهوه کشیدم وصل کردم اول با خط چشم جلی این کار کردم پخش کردم بعدش اومدم با سایه مشکی روی همونو کشیدم و دوباره پخشش کردم یه ترکیب خوشگلی میده چشمم به سمت بالا میکنه یعنی انگاری که فی... گربه ای شده برای زیر چشمش از همون رنگ ترانزیشن اولیه استفاده کردم بعدش دوباره وسط پلک پایینش هم از همون صورتی شیمره زدم زیر پلکش این هم شد نتیجه فاینال کارمون و میبینید که چقدر ناز و خوشگل شد امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو و نکتهایی که بهتون گفتم به دردتون بخوره اگر دوستش من توی اینستاگرام دنبال کنید نمونه کارای دیگه اما ببینید به اسم فارسی ونوس خاقانی توی دیسکریپشن براتون گذاشتم لینک اینستاگرامم من رو منو دنبال بکنید و اینکه اگه دوست داشتین از آموزش های من استفاده بکنید میتونید هم از کلاسام دوره ببینید هم ورکشاپ ها بکنید و همین اینجا هم بذار رو عوض کردم رنگ روژش و روژگونش و روژگونش رو همون صورتیه که پشت چشش زدم و زدم همین دیگه امیدوارم که از ویدیو من خوشتون اومده باشه اگر تا اینجا ویدیو همراه من هستی یادتون باشه که کلی ویدیوهای با حالم توی کانالم هست و لایک یادت نره با کامنت های خوشگلت هم من خوشحال کن